گاهی که توی خونت آکواریوم داری و هیچ اطلاعاتی در مورد چرخ نیتروژن یا همون سیکل ازوت نداری و از اون مهمتر قرار این ویدیو رو رد کنی، همین الان پاشو برو آکواریومت رو جمع کن و دیگه بیشتر از این خودت و اون ماهی‌های بیچاره رو اذیت نکن. سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. اسم من عرفانه و امروز قراره در مورد یکی دیگه از موضوعات مربوط به آکواریوم با هم دیگه صحبت کنیم. قبل از هر چیزی یه پلیلیست الان این بالا میاد، یه نوار سفید رنگی باز میشه، روی اون کلیک کنید و اگه دوست دارید برید و ویدیوهایی که من در ارتباط با آکواریوم ساختم رو ببینید. سعی میکنم که کم کم در ارتباط با قواعد و اصول کاملا بیسیک و ابتدای آکواریوم با هم دیگه صحبت کنیم توی این پلیلیستی که این بالا دیدید. خب امروز به جرئت میتونم بگم که قراره شما یکی از مهمترین موضوعی که من تا به حال توی کانالم داشتم در مورد آکواریوم با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید این مبحث انقدر کلیدی و حساسه که اگر شما در موردش اطلاعات نداشته باشید یا اطلاعاتتون کم باشه، واقعا هیچ کس جز خودتون ضرر نمی کنید. شما قبل از اینکه به نگهداری از آکواریوم یا ماهی های زینتی فکر کنید، قبل از اینکه به تکثیر ماهی ها فکر کنید، قبل از اینکه به آکواریوم های پلن فکر کنید، قبل از اینکه دوست داشته باشید کت آکواریوم آبشور داشته باشید، واقعا بدون اطلاع داشتن از چرخه نیتروژن نمیتونید حرفه‌ای و اصولی کار کنید. حالا به غیر از این ویدیو، اصلا بحث این ویدیو نیست، شما حتما به یک منبع اصلا کفایت نکنید، به صحبت های یک نفر دو نفر اصلا قانع نشید و برید سرچ کنید تو یوتیوب چه انگلیسی که خب دیگه الا ماشاءالله مطلب ریخته، و توی گوگل هم به زبان فارسی اگر سرچ کنید خدا رو شکر خیلی سایت ها اومدن مفصل و حرفه‌ای دارن در مورد بحث چرخه نیتروژن یا همون سیکل ازوت اطلاعات گذاشتن، ویدیو میذارن و شما فقط کافیه که یک کم به خودتون زحمت بدید و برید مطالعه کنید. صرفاً با ویدیوهای من قانع نشید و خودتونم برید تا میتونید اطلاعات به دست بیارید. خب بریم سر اصل مطلب. ببینید شما نگهداری از آکواریوم رو مثل یک آزمون در نظر بگیرید. تصور کنید که یه همچین آزمونی دارید و به جای اینکه برید اطلاعاتتون رو بالا ببرید، مطالعه کنید و درس بخونید، میرید چیکار میکنید؟ مثلا میرید مداد و خودکار و خلاصه تجهیزات گرون قیمت برای این آزمون تهیه میکنید بدون اینکه هیچ مطالعه‌ای در مورد این آزمون داشته باشید. میشینید سر جلسه امتحان و دیگه خودتون بهتر میدونید. خیلی هامون، خود من همینطوری بودم، وقتی میخوان آکواریوم تهیه کنن برای بار اول میرن کلی هزینه برای تجهیزات و امکانات مربوطش میکنن، فیلتر میخرن، نور تهیه میکنن، ماهی های گرون قیمت میگیرن، بستر، دکور و و و کلی هزینه میکنن برای آکواریومشون. مشکل من دقیقاً همینجاست. چون ببینید بحث چرخه نیتروژن چون چیزی نیست که بتونیم ما عیناً با چشممون ببینیم و درکش کنیم، چون تو ابعاد خیلی کوچیک‌تر و باکتریایی این فرایندها صورت میگیره، خیلی ها در موردش نمیدونن یا شاید میدونن و جدی نمیگیرن. ولی حالا با هم صحبت میکنیم که چرا این مبحث اینقدر مهمه. خب ببینید ما آدما همونطوری که میدونید اوره دفع میکنیم، ماده دفعیمون اوره است. پرندگان چی؟ پرندگان اوریک اسید دفع میکنن. حالا اینطوری نیست که فقط پرندگان اوریک اسید دفع کنن، این گونه های دیگه هم هستن که اوریک اسید دفع میکنن، یا در مورد انسان و اوره هم همینطور. ماهی ها و آبزیان یا حداقل 90% اون ماهی هایی که ما توی آکواریوم هامون داریم چی دفع میکنن؟ آمونیاک دفع میکنن. ماده دفعشون آمونیاک. خب مطمئنن آمونیاک رو به صورت ترکیب آمونیاک دفع نمیکنن، توی آب این آمونیاک تبدیل به یک سری ترکیبات دیگه میشه که کاری با اونا ندارم، نمیخوام بحثو پیچیده کنم. پیچیده که نه، یعنی میخوام خیلی ساده و مختصر و شسته رفته بهتون بگم. شما تصور کنید که آمونیاک دفع میکنن. این آمونیاک یه ماده به شدت وحشتناک سمیه. ببینید درجه سمیت آمونیاک خیلی 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 بیشتر از اوره که ما آدما دفع میکنیم و اون اوریک اسیدیه که مثلا پرندگان دفع میکنن. آمونیاک واقعا برای ما آدما هم به شدت خطرناکه، حالا چه برسه به این ماهی های بیچاره. آقا طرف میره، خودم من میرم آکواریوممو میخرم، دو روز بعد فروشنده به هم میگه که میتونی ماهی اضافه کنی. من میرم یه تعداد و حجم زیادی از ماهی رو وارد آکواریومم میکنم، بهشون غذا میدم و اونها قاعدتا شروع میکنن به دفع کردن ماده دفعیشون که همون آمونیاکه.
خیلی ساده است. ببینید منابع تولید آمونیاک توی آکواریوم، ماهی ها آمونیاک دفع میکنن. شما وقتی به ماهی هاتون غذا میدید، همون غذا وقتی توی آکواریوم بمونه باعث تولید آمونیاک میشه. بعضی از بسترها و سویل هایی که ما برای آکواریوم استفاده میکنیم خودشون تولید آمونیاک میکنن، بعضی هاشون، نه همشون. و خلاصه که ما توی آکواریوممون منابع تولید آمونیاک زیادی داریم. خب حالا این آمونیاکی که انقدر خطرناک و سمیه قرار تکلیفش چی بشه؟ مطمئناً اگه ما همین آمونیاک رو توی آبمون داشته باشیم در آینده تلفات فوق‌العاده سنگینی خواهیم داشت. این همون سندروم تانک جدید به اصطلاح، یه کلمه‌ای که معروف شده به این. این چیزیه که عموماً اونایی که تازه آکواریوم گرفتن بهش دچار میشن. و چه اتفاقی میفته؟ ماهی رو میخرن و یه مدت بعد نصف ماهیاشون یا شاید همه ماهیاشون میمیرن و چیزی به غیر از سرخوردگی نخواهند داشت و نخواهیم داشت اگر ندونیم که تکلیف این آمونیاک بیشرب چی میشه. ببینید ما یک سری باکتری هایی داریم، نمیخوام اسم اون باکتری ها رو بگم چون خود منم اول وقتی داشتم در مورد چرخه نیتروژن میخوندم این اسما رو که میشنیدم ناخودآگاه احساس میکردم خیلی مبحث پیچیده، سخت و سنگینیه و اصلا سمتش نمیرفتم. ما میگیم باکتری، کاری نداریم چند نوع باکتری، کاری نداریم چه باکتری هایی. دو تا باکتری داریم. این باکتری ها میان چیکار میکنن؟ تصور کنید که آمونیاک 3 درجه خطرناک. خب این آمونیاکی که 3 درجه خطرناکه، یه باکتری میاد این آمونیاک رو تبدیل میکنه به نیتریت. نیتریت خب یه ترکیبیه که خیلی خیلی کم خطرتر نسبت به آمونیاک و ما بهش میگیم 2 درجه سمیت داره. این نیتریت هم در نوع خودش اگر توی آکواریوم باشه واقعا خطرناکه و مثل آمونیاک نباید غلظتش توی آکواریومتون خیلی زیاد بشه. یه باکتری دیگه میاد این نیتریتی که 2 درجه خطرناکه رو تبدیل میکنه به نیتراتی که 1 درجه خطرناکه و درصد سمیتش فوق العاده کمتر از آمونیاکیه که ما اول داشتیم توی آکواریوممون. این نیترات هم همونطوری که گفتم 1 درجه خطرناکه و اینطوری نیست که اصلا وجودش توی آکواریوم ما مشکل نداشته باشه. در مورد سیفون مطمئناً خیلی شنیدید، در مورد اینکه ما باید تعویض آبی رو داشته باشیم، حالا تو مدت زمانهایی که الان بهتون میگم که دقیقاً داستانش چیه. سیفون کردن در اصل همون خارج کردن نیتراتیه که ما توی آکواریوممون داریم. علت سیفون همینه. ساده نشد واقعاً، خیلی جالبه این مبحث، من واقعاً دوستش دارم. ببینید آمونیاکی که به شدت ماده خطرناکیه در نهایت تبدیل شد به نیتراتی که خیلی 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 ماده کم خطرتریه. حالا چون این فرایند واقعا ای شدنش رو بودن و نبودن این باکتری ها چیزی نیست که ما با چشممون بتونیم ببینیم، به خاطر اینه که خیلی ها در موردش نمیدونن یا جدی نمیگیرنش. این کل سیکل ازوت، چرخه نیتروژن یا هر چیزی که اسمش رو میذاریده. حالا بریم سر نکاتی که باید در کنار این مباحث شما بدونید. این باکتری ها اول کار وقتی آکواریومتون رو استارت میزنید توی آکواریومتون نیستن. این باکتری ها شما مثلا چیزی حدوده، حداقل طبق تجربه خودم، بعد از 45 روز تا 50 روز این باکتری ها تعدادشون زیاد میشه و به اصطلاح سیکل شما طی میشه. این یه روش قدیمیه که طرف مثلا میاد و یک ماهیه که نسبت به غلظت زیاد آمونیاک و نیتریت مقاومه، یه ماهی مقاومی مثل زبرا میذاره و طی شدن این سیکل رو سریعتر میکنه. حالا این سریعتری که دارم میگم منظورم 50 روزه، 45 روز تا 50 روز، یا میخوای خیالتون راحت شه 2 ماه. حالا این باکتری ها کجا هن؟ ما این همه حرف از باکتری میزنیم، این باکتری ها توی فیلتر هن. در مورد فیلتر یه ویدیو دیگه ساختم، الان این بالا دوباره یه نوار سفید رنگی باز میشه. نه فکر کنم این بالا اشتباه شد، این بالا یک نوار سفید رنگی احتمالاً باز میشه. روی این کلیک کنید و برید اون ویدیویی که مربوط به فیلتر ساختم رو ببینید. ظاهراً خیلی هم خوشتون اومده، خیلی استقبال کردین ازش. این باکتری ها اونجا هست و آب از تو فیلتر رد میشه و آمونیاک در نهایت تبدیل میشه به نیترات. و مورد بعدی اینه که کلور قاتل این باکتری هاست. شما وقتی از آبی کلوردار برای سیفون کردن استفاده میکنید، کامل یک دور میاید این باکتری ها رو نابود میکنید و دوباره غلظت آمونیاک توی آکواریومتون میره بالا و تلفات خواهید داشت و دوباره باید از اول این زمان رو بذارید برای طی شدن سیکل.
روش دوم و سریعتر چیه؟ اینه که شما بیایید از مکمل‌های باکتری ساز به اصطلاح استفاده کنید. این مکمل‌ها به صورت محلول توی بازار هستن. برندهای معروفی مثل سیکن یا جی بی ال یا برندهای دیگه‌ای که شناخته شده هستن محلول‌های باکتری ساز دارن. این باکتری‌ها چیکار می‌کنن؟ شما به جای اینکه 2 ماه صبر کنید که سیکلتون و تعداد باکتری‌هاتون به حد نرمال برسه، از این محلول‌ها استفاده می‌کنید و یکویی یه حجم نسبتاً زیادی از باکتری رو وارد آکواریومتون می‌کنید و اونها میرن توی فیلتر و ایجاد کلونی می‌کنن و این سیکلتون به یه حد نرمال و ثابتی می‌رسه که از اونجا به بعد هر چی ماهی آمونیاک تولید می‌کنه، در جای این باکتری‌ها تبدیلش می‌کنن به نیترات کم خطر. باز در مورد مکمل ها، مثلا سیکم یک محلولی داره، یک مکملی داره به نام پرایم، یا بقیه برند ها هم همچین محلول هایی دارن. تترا هم اگه اشتباه نکنه محصولی به نام آکواسیف داره و و و. اینا چیکار میکنن؟ این رو به حسب دوزی که روشون نوشته برای آب دپو شده تون استفاده میکنید. آب دپو شده همون آبیه که کنار گذاشتید که 24 ساعت بمونه و کلورش بپره. شما باید از آب بدون کلور برای سیفون زدن استفاده کنید، همونطوری که گفتم بهتون. از این محلول ها استفاده میکنید، میریزید توی اون آب دپو شده و اون مثلا میاد یک سری فلزات سنگین، کلور و بقیه موارد رو حذف میکنه و آبتون رو کاملا عاری از هر گونه مواد مضر میکنه که برای ماهیاتون هستن. حالا استفاده از این رو من خودم هم تا حالا استفاده نکردم. اگه خیلی حرفه‌ای دارین کار میکنین یا ماهی ها یا گونه های گرون قیمت دارید، مطمئنا باید از این مکمل ها استفاده کنید. مطمئنا هم استفاده میکنید، چون واقعا مثلا ماهی که 10 میلیون 15 میلیون قیمتشه رو هر کسی نگه نمیداره. من نمیام این ماهی رو نگه دارم که انقدر تجربه ام کمه. اون کسی که همچی ماهی رو نگهداری میکنه مطمئنا علمش رو هم داره. حالا بذاریم کنار. یک سری گیاهای خاصی هستن که نیتراس رو جذب میکنن. اما تنها راهتون صرفا سیفون زدن نیست. شما اگه از یک سری گیاهای خاصی هم استفاده کنید، میان و این نیترات باقی مونده رو جذب میکنن و غلظتش رو توی آکواریومتون کمتر میکنن. اینطوری نیست که 100% نیترات رو جذب کنن. شما در نهایت بر حسب تجربه باید سیفون رو داشته باشید، ولی گیاهان این غلظت نیترات رو کمتر میکنن. یک سری گیاهای خاص هست که اگه دوست دارید در مورد اونها ویدیو بسازم، توی کامنت ها بهم بگید که این کار رو انجام بدم. در مورد محلول باکتری ساز، من خودم اولا خب سیکن و جی بی ال برندهای معروفی هم و قیمتشون یکم زیاده، یکم که نه الان واقعا قیمتشون زیاده. من خودم اولا از محلول باکتری ساز ایستا استفاده میکردم، عکسش رو میذارم که جوابم گرفته بودم و الان نمیدونم توی بازار پیدا میشه یا نه. از اون استفاده میکردم. برندهای ایرانی هم هستن، ولی خب چون تجربهش رو ندارم هیچی رو پیشنهاد نمیکنم. شما برید از کسی که تجربه داره، از برندهای ایرانی استفاده کرده، برندهای داخلی برید از همون مشورت بگیرید. اگر راضی بودن، برندهای داخلی هم هستن و دیدم که جواب دادن، استفاده میکنن ازشون. اونا قیمتشون مطمئنن به صرفه تره. یه روشی هم هست که اونایی که میخوان آکواریوم تازه را بندازن، الان من آخرین بار شاید 4-5 سال پیش یک بار از محلول باکتری ساز استفاده کردم. به غیر از اون دائما از آب آکواریوم های قبلی خودم تا آکواریوم های جدیدم استفاده میکنم و یک مدتی صبر میکنم تا این سیکل یا این باکتری ها پایدار بشن توی آکواریومم و بعد ماهی اضافه میکنم. یعنی اینطوری نیست که شما هر دفعه که آکواریوم میگیرید مجبور باشید که این مکمل ها رو استفاده کنید. اگر از قبل آکواریومی دارید که سیکلش طی شده، میتونید از آب اون آکواریوم، از مدیاهایی که توی اون فیلتر استفاده کردید، توی آکواریوم جدیدتون بذارید تا این باکتری ها زودتر تعدادشون زیاد بشه که کارتون راه بیفته. ولی اگه ندارید، واقعا راهی جز گرفتن محلول های باکتری ساز نیست، به غیر از اینکه یا صبر کنید و اینکه اصلا نرید از تو آکواریومی آب اونا رو بگیرید، چون معلوم نیست که آبی که توی آکواریوم ها دارن یا مدیاهایی که اون تو هست، آیا ماهی هاشون سالم بوده، هیچ بیماری خاصی وجود نداره، داره خبر ندارید واقعا. به خاطر همین از جایی که شک دارید، آب آکواریومشون رو نگیرید یا مدیاهاشون رو تهیه نکنید لطفا. من خودم این ریسک رو اصلا نمی کنم. حتما توجه کنید که باکتریتون تاریخ داشته باشه، خیلی خیلی مهمه. حتما از فروشگاه های معتبر استفاده کنید برای تهیه باکتری، چون واقعا بحث شوخی برداری نیست. اگه باکتریتون تاریخ گذشته باشه، قشنگ تأثیر برعکس میذاره و ممکنه حتی تلفات هم داشته باشید. و اینکه وقتی اول آکواریوم گرفتید و میخواید ماهی اضافه کنید، تک تک این کار رو انجام بدید. مثلا صبر کردید و سیکلتون طی شده بر مبنای اون مکمل باکتری سازی که دارید استفاده میکنید،
یک هو نیاد یک حجم زیادی از ماهی رو اضافه کنید. بار اول مثلا 2 تا 3 تا اضافه کنید و بعدا بیاید کم کم تعداد بیشتری ماهی با آکواریومتون اضافه کنید. همین الان اگر از این ویدیو خوشتون اومد 1 ثانیه وقت بذارید به این ویدیو رو لایک کنید. واقعا بی نهایت به هم انرژی میده. واقعا تا همینجا هم خیلی حمایت کرده، یعنی اصلا من کف کردم موندم که ویدیوی قبلی که 2-3 هفته پیش گذاشتم انقدر پر انرژی بودید، انقدر حس خوب ازتون گرفتم، واقعا شرمنده شدم. اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشتم و واقعا خیلی وقته که ویدیو نساختم. میدونم یک فکر کنم اون 2-3 هفته میشه که نساختم، حالا به دلایل شخصی واقعا نمیتونستم و نمیدونم چی بگم. دمتون گرم واقعا. یه جمع‌بندی پایانی میکنیم و تموم. ماهی آمونیاک دفع میکنه، آمونیاک میشه نیترات در نهایت و نیترات رو شما با سیفون زدن یا به وسیله گیاهایی که توی آکواریومتون دارید حذف میکنید. موقع سیفون زدن حتما به این نکته توجه کنید که از آب بدون کلر استفاده کنید. آب رو بذارید 24 ساعت بمونه، کلرش میپره. بازم ممنونم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. دوباره میگم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. همین بی نهایت با همین کار کوچیک بهم انرژی و انگیزه میدید. تا ویدیوهای بعدی.